سلام به شما بینندگان محترم ورزش پلاس، در یک دیگر از ویدیوهای خبری ورزشی از کانال ورزش پلاس خوش آمدید. در این ویدیو با دو خبری مهم ورزشی از باشگاه ریال مادرید در خدمت شما عزیزان هستم. خبر اول، رودریگو گویز آنسو فاتی ریالی ها شد، و خبر دوم، اشکهای وینیسیوس جونیور پس از گلزنی برای ریال مادرید. در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما را سابسکرایب کنید. رودریگو گویز سورپرایز بزرگ زیدان در شب پیروزی بر اوساسونا بود. ستاره 18 ساله برزیلی در اولین تماسش با توپ موفق به گلزنی شد. باشگاه ریال مادرید شب گذشته در برنابو موفق شد با دو گل ستاره های برزیلی خود از سطح اوساسونا گذر کرده و صدرنشین لالیگا شود. زیدان تیمش را با تغییرات زیاد نسبت به بازی های گذشته به زمین فرستاد و مزد اعتمادش به جوانان را نیز به دست آورد. کهکشانی ها همچون بازی با سویا بسیار منسجم و به نقص کار کردند و در نهایت با کسب 3 امتیاز به صدر جدول رسیدند. در ابتدا دقیقه 36 بازی وینیسیوس جونیور موفق به گلزنی شد و از خوشحالی و شدت هیجان شروع به گریه کردن کرد. در نیمه دوم او جای خود را به رودریگو گویز، دیگر ستاره جوان برزیلی داد. رودریگو که امسال از سانتوس به ریال پیوسته، پس از مصدومیت ابتدای فصل و یک دو هفته سرگردانی بین تیم دوم و اول ریال، بالاخره شب گذشته از دقیقه 71 فرصت بازی را پیدا کرد و یک دقیقه پس از ورودش به زمین موفق به گلزنی شد. او در سمت چپ زمین یک پاس عالی از کاسمیرو دریافت کرد و پس از یک کنترل تماشایی و 4 بار لمسی توپ و مدافع اوساسونو رسید. با ضربه پنجم به توپ او را فری داد و ضربه ششمی او باعث شد تا توپ به کنج دروازه اوساسونو برود. سوپرگول رودریگو که در اولین توپی که دریافت کرد برنابو را به وجد درآورد. او پس از رونالدو برزیلی اولین بازیکنی است که در نخستین بازیش برای ریال در اولین تماس با توپ موفق به گلزنی می شود. بعد از ظهور آنسو فاتی 16 ساله در بارسلونا، حالا ریال مادرید یک ستاره جوان در پاسخ به فاتی را رو کرده و به نظر می رسد که زیدان از او در بازی های آینده بیشتر استفاده خواهد کرد. رودریگو در 17 دقیقه حضورش در زمین نشان داد که چرا باشگاه ریال مادرید برای او 45 میلیون یورو هزینه کرده است. او حالا اولین گلزن ریال مادرید است که در قرن 21 متولی شده است. رودریگو همچنین با گلزنی پس از 95 ثانیه از حضورش در زمین از رکورد دیوید بکام عبور کرد که در اولین بازی خودش برای ریال پس از 124 ثانیه توانسته بود برابر ریال بتیس در تاریخ 31 آگوست 2003 گلزنی کند. رودریگو در پایان بازی گفت: زیدان به من اعتماد به نفس بالایی داد و برای همین خیلی زود موفق به گلزنی شدم. کنترل توپ در فوتبال اهمیت بالایی دارد. اگر توپ را خوب کنترل کنید، ادامه کارها برای شما آسان‌تر می‌شود. باید ثابت کنم که شایسته حضور همیشگی در تیم اول هستم. و در ادامه چنین گفت که از خوشحالی حرفی نمی‌توانم بزنم و باید بگویم که لحظات رویایی را سپری می‌کنم. از شنیدن نام خودم در ورزشگاه و تشویق هواداران بسیار هیجان‌زده هستم. اما باید افزود که وینیسیوس جونیور ستاره برزیلی ریال مادرید در بازی شب گذشته برابر اوساسونا موفق به گلزنی شد و سپس شروع به گریه کرد. باشگاه ریال مادرید و اوساسونا شب گذشته در سانتیاگو برنابو با مساف هم رفتند و در پایان نیمه اول کهکشانی ها با تا گل وینیسیوس برنده برخکن رفتند. وینیسیوس در دقیقه 36 بازی یک گل به ثمر رساند، گلی که باعث شد تا ستاره جوان برزیلی کنترل احساسات خود را از دست داده و شروع به گریه کند. این بازیکن در این مدت تحت انتقادات زیاد کارشناسان بوده و البته هنوز به طور کامل مورد اعتماد زیدان نیز قرار ندارد. در این صورت او به این گل نیاز جدی داشت تا هم پاسخ منتقدان را بدهد و هم اعتماد به نفسی از دست رفته خود را باز یابد. وینیسیوس که فصل گذشته روی دو گل ریال نقش مستقیم داشت، تا به اینجای فصل جاری توانسته روی دو گل نقش اصلی را ایفا کند. او یک گل زده و یک پاس گل نیز داده است. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.